میریم برای آن کارت کردن. چاقو رو میذاریم لبه آخری به این شکل و پوش میکنیم. این هر قسمتی از گوشت گوساله میتونه باشه. خب اینم به این شکل نگاه کنید. میایم اینجا چاقو رو میندازیم زیرش، نگاه کنید ببینید به این شکل برمیگرده روی دست و میخوابونیمش اینجا و کارمون با این تمومه. بریم سراغ مرحله بعدی. خب حالا برای مرینیت کردنش نیاز به یک تیکه پیاز داریم. اینم از پیازامون. خب این از این. حالا به پیازمون کمی نمک میزنیم. بعد اینکه نمک زدیم یه مقداری هم فلفل سیاه بلک پپر بهش اضافه میکنیم. این از این. اینا رو روی این میچینیم و اجازه میدیم تا حسابی مرینیت بشه. این از این. میریم سراغ مرحله بعدی. خب حالا این خاموش شد. میریم سراغ اینگریدینش. بهتون بگم چیا داره. گارلیک پادر، پودر سیر، بلک پپر، فلفل سیاه و جینجر پادر. این هم میشه زنجبیل. و میام سراغ گوشتامون. هاف کیلو میکس مینز، بیف اند لم، نیم کیلو گوشت چرخ کرده میخوایم که مخلوط گوساله و گوسفند بشه. اینم میتونید گوشت گوساله استفاده بکنید، شولدر و هر قسمتی که خودتون دوست داشتید. این از این. اینم بهش میگن مینس چیکن. گوشت چرخ کرده مرغ نیاز داریم. اینم تقریبا 250 گرم، 250 گرم آف چیکن میکس و نیاز به دو تا دونه فلفل بزرگ، میگم فلفل، دو تا دونه پیاز بزرگ داریم، تو آنینز. اینم از این. و میریم سراغ دیگه کارمون. میایم اینجا میکسر رو میاریم و چیکار میکنیم؟ پیازامونو خرد میکنیم که بره داخل میکسر. این از این. حالا بهتون نشون میدم. خب اینم از این. اینا نامبر وانه برای گرفتن آب پیاز. اینو میذاریم اینجا و شروع میکنیم با پشت دست بهش فشار دادن. ببینید در همین اندازه نگاه کنید. خب این از این. حالا کاری که میکنیم یه مشت اینو میذاریم تقریبا روی این و کار بعدی که میکنیم اینم اینجا ببینید. اینم میره کنار این و حالا بهتون نشون میدم. اما حالا میام اینجا و اینو بازش میکنیم. ببینید رنگش تغییر کرده. میبینید این از این. حالا یه مقداری هم از آب پیاز رو تمام قسمتاش میریزیم. این از این. نصف قاشق فلفل سیاه و نصف قاشق پودر سیر و همینطور نیاز به یه مقداری پودر زنجفیل داریم. زنجبیل یا فیله خدا میدونه. خب این هاییم. حالا مرغ و پیازمونو بهش اضافه میکنیم و همینطور زعفرونمونو. اینم هر چقدر دوست داریم. این از این و یه چنگ مشتی بهش میزنیم و اینم نمک. اینم نمکش و ببینید رنگش رنگی شد. این عالیه. میریم سراغ خب اینم گوشتمون، اینم پیازمون. ببینید پیازمون هنوز آب داره. میبینید یه مقداری آب ازش میچه که برای اینکه آبدار بشه. حالا تنها چیزایی که به این میزنیم چیه؟ تنها چیزی که بهش میزنیم فلفل سیاه و یه قاشقم
نمک. این از این. حالا حسابی ماساژش میدیم با هم دیگه. حالا این توریه رو ما اینجا تو استرالیا تهیه کردیم، ارزون هم هست، 7-8 دلار باش 50 تا فیلم هم درست کردم. نیاز به یه دونه توری داریم. حالا میایم تو مرحله بعد، این گوشتایی رو که آماده کردیم پیازا رو ازش جدا میکنیم. نگاه کنید به این شکل اینجا قرارش میدم، میبینید همه رو میچینم و برمیگردم. گوشت رو اینجا لوله میکنیم و تو قسمت های مختلف میذاریم. این از این و همینطور و میام سراغ قسمت آخر. این از این. حالا میره برای پنجه خوردن. خب میریم برای آنکارد کردن. چاقو رو میذاریم لبه آخری به این شکل و پوش میکنیم. میام این سمت. این هم عالی و این سمت. خب حالا میریم برای کاردی کردنش. تخ 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 ایبی نبره. این هم از این. خب حالا میایم از این سمت. این. حالا میایم سراغ قسمت قشنگش. میذاریم اینجا و شروع میکنیم پایین آوردن. اینا رو بعد اول غذاشون رو بدیم بخورن، بعد دیگه کامیه کامیه. صوفی برفی برفی نه برفی بیه بچه لوسی کامیه دیگه خوروالا. خب میذاریم قشنگ فر داغ میشه. بعد اینکه داغ شد حرارت ملایم رو به بالا و اول هم قسمت پشتیشو میذاریم. بعد اینی که اینو گذاشتیم در اینم باز نگه میداریم تا آروم بپزه. اما برای اینکه بهتر بشه نیاز به بادبزن داریم. شروع میکنیم با بادبزن. بادبزن یا بزن فرق نداره. اینم از بادبزن من. حالا یه اویل معمولیه. ببینید برگردوندم این پشتش رو نگاه کنیم. یه کوچیک بهش اویل میزنیم. بعدم اینو هی درش رو تون تون باز بکنید و میام یه بچه باد دیگه بهش میزنم. اینم از این. حالا برش میگردونم یه اویلم برش میزنیم. مهمون هم داشتید الکی خواستید کار نمایشی کنید، دیدید نگاه کن الکی یه اینجوری میدرنید یه دونه اینجوری. خیلی هم قشنگ. شما میگه همه میگن شما حرفه‌اید. رستم رو برگردونید. کباب رو بگم ببین چی شده. اینجاست که میگه باقه داباد انگوری.
اینم از کباب آبدار. میبینی؟ خب کارمون تموم شد، آوردیمش تو. حالا یه تیک نون میندازیم روش، ببینیم. نون روغنی. این از این کباب رو ببین. به به. حالا میام سراغ بریدنش. خب یه تیکه کوچیک اینم از این ور میداریم و امتحانش میکنیم. ببینید خوشگل قشنگ همه قسمتاش پخته. حالا من یه کوچولو من رژیمم البته بذار ببینم. من دوست ندارم از غذا تعریف کنم ولی اینو بخورم. در مورد کباب تبریز یا آذربایجان بهتون بگم کبابشون نامبر وانه. از بناب گرفته، خود تبریز گرفته، اردبیل گرفته، سرین گرفته، واقعا کباب خوبی دارن. امیدوارم که شما هم این کباب رو درست بکنید. اینجا رو ببینید کباب نگاه کنید. این الان خود این اگه من ببرم این دقیقا خودش یه سرو کبابه. ببینید ببینید این کاملا خودش یه سرو کبابه. کباب برگ پشتش رو نگاه کنید کامل پخته. این تقریبا اینی که بهتون گفتم برای 5 نفره. ببینید ببرید اینجوری والا 5 نفرم بیشتر میتونن بخورن. من که خودم کباب خورم فکر میکنم خیلی بیشتر باشه. نگاه کنید کباب خوشگل، خوش کانسپت، خوش دیزاین. میتونید هر کاری باش بکنید. راستی اگه چاقوامونو میخوای تو دیسکریپشن لینکشو گذاشتم. یه تعداد کمی مونده. مال 2 سال میگیم یه تعداد کم. ولی واقعا یه تعداد شاید 30 تا دونه داشته باشم ازش. و اینکه توی یه بیزینس دیگه دارم فعالیت میکنم شاید دیگه نرم. ولی اگه یادگاری میخواید امضای منو داشته باشید، یادگاری منو داشته باشید، بیاید دیسکریپشن نگاه کنید. اگرم انگلیسی‌ها رو بعضی وقتا انگلیسی میگم به خاطر اینکه اونقدر فالوورهای خارجی به فشار آوردم میگم فقط انگلیسی‌ها انگلیسی بگو. ما مجبوریم بگیم. حالا اگه جای اکسنتمون بده، اگه جای غلط میگیم، امیدوارم شما که اساتید زبانید ما رو ببخشید. به هر حال دوستتون دارم. دمتون گرم. خدا رو نگهدارتون.